ورود غیرقانونی داروهای معروف کاهش وزن مانند اوزمپیک و منجارو به ایران که با قیمتهای 15 تا 40 میلیون تومان به فروش میرسند نگرانی را درباره سلامت عمومی و ناهنجاری‌های های اقتصادی ایجاد کرده است. این داروها بدون نظارت دقیق از طریق مسافران خارجی وارد کشور شده و در داروخانه ها کلینیک های زیبایی و سایت های اینترنتی عرضه می شود. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. در ماه های اخیر داروهای معروف کاهش وزن مانند اوزمپیک و منجارو به صورت غیرقانونی از کشورهای خارجی مانند ترکیه، کانادا و آلمان به ایران وارد شدند. این داروها با قیمت هنگفتی در برخی داروخانه ها و کلینیک های زیبایی به فروش می رسند. این داروهای تزریقی که به طور ویژه برای کنترل دیابت و کاهش وزن طراحی شدند بدون نظارت دقیق به دست مصرف کنندگان میرسند و با قیمت های 15 تا 40 میلیون تومان برای هر دوره درمان به بازار عرضه می شوند. مسافران خارجی این داروها را به صورت مسافری وارد کشور کرده و به شکلی غیرقانونی در اختیار برخی از پزشکان کلینیک های زیبایی و حتی در سایت های اینترنتی قرار می دهند. این وضعیت نه تنها سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند بلکه مورد ناهنجاری های اقتصادی در بازار داروی کشور نیز شده است. استفاده از این داروها بدون نظارت دقیق پزشکی می تواند عوارز جدی به همراه داشته باشد. سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی تا کنون هشدارهایی در مورد خطرات احتمالی این داروها دادند اما ورود غیرقانونی آنها همچنان ادامه دارد گفتنی است که در آموزه های دینی نیز تجارت و استفاده از داروهایی که بدون مجوز و تشخیص اهل خبره و پزشک مصرف می شوند نه تنها حرام است بلکه ممکن است به سلامتی افراد آسیب برساند لذا ضروری است که نهادهای مسئول با نظارت جدی تری از ورود و توضیح این داروها جلوگیری کنند و مردم نیز نسبت به خطرات استفاده از آنها هوشیار باشند.